این برنامه همیاری هم ظرفی است برای پیشبرد همین هدف که در اون همچنان که در روزهای گذشته شاهد بودیم مشتاقان آزادی ایران از داخل و خارج کشور با نثار عواطفشون با تقدیم حمایت‌هاشون خب یکی که توان مالیش رو داره به اون شکل اون دیگری مثل بسیاری از هموطنانمون در داخل کشور توان خودشون اراده های خودشون رو نثار می‌کنند و مجموعه این سونامی عواطف انسانی تصویر زیبا رو خلق می‌کنه که امید آزادی رو در دل مردم میهنمون زنده میکنه. اون چه که چشمگیر بود در این معاشرت روزانه با برادر عزیز و والا مقاممون بهزاد معزی این بود که اون صلابت و جدیت یک خب فرمانده نظامی و یک شخصیت بلند مرتبه نظامی در صفا و صمیمیت سرهنگ معزی گم می شد. یعنی اون چی که شما روزانه ازش می گرفتین همین صفا و صمیمیت عمق انسانیت و وقتی که میگیم سرهنگ خلبان مجاهد یهوده نیست چون بخشی از در واقع تلاش و زندگی و مبارزه روزانه مجاهدین بود سرهنگ معزی و به هر حال یک الگویی از وفا در الان صحبت از زندان‌ها بود یادم میاد در زندان‌های خمینی یک ترانه‌ای بود ترانه قدیمی که می‌گفتند می‌خوندند زیاد تکرار می‌کردند که بر آسمان نوشته که وفا با جان ما سرشته و واقعا از این بابت وفا با جان سرهنگ معزی سرشته بود و الگوی مجسمی از وفاداری به رهبری و آرمان مجاهدین و مقاومت ایران بود. فقط می‌خواستم بگم که کمک به سیمای آزادی یک تعهد انسانی، ملی و انقلابی همه کسانی است که به آزادی و دموکراسی و احقاق حقوق تمامی خلقای ایران متحد و پایبند هستند. در این همیاری من و خانواده‌ام و تعدادی از دوستانم در میهن اشغال شده ایران منطقه کردستان یه مقدار ناچیز رو جمع‌آوری نمودیم که به شرح زیر به خدمتتون اعلام میکنم. کاگ ارسلان 2600 دلار، کاگ محمد 1000 دلار، کاگ سعید 1500 دلار، کاگ رعوف 2000 دلار، کاگ محمود 2000 دلار، کاگ علی 2000 دلار و سه تا از خواهرانم زینب و عایشه و مریم جمعاً 2500 دلار و خودم هم مقدار 1700 دلار که جمعاً 15300 دلار می باشد به سیمای آزادی تقدیم می نماییم. در آخر اگر وقت باشید چند پیامی هم کردی به هموطنانم عرض کنم. بفرمایید. البته پیروزی نزیکا به نبربونی آخوندکان زور دور نیا شورش سر اکوی رزگاری به دست دید هر پیروز و سرکوتو بن. سخن کوتاه میکنم و تعدادی از اشرف نشانها به من این افتخار رو دادن تا کمک های اونها رو هم به همراه خودم خدمت شما اعلام کنم. جلده لیست بزرگی دارم، یه لیست بلند بالایی از اسامی اینجا هستش خدمت شما اعلام میکنم. بفرمایید. اشرف نشانان: بهروز، مارال، همیرا، سعید، حسن، شارمین، غلام رضا، محمد رضا، سارا، ساناز، حسین، سهیلا، مریم، کوروش، مصطفی، سیروس، پیمان، طاهره و خودم. کلن در جمع مبلغ 33200 دلار خدمت سیمای آزادی، سیمای مردم ایران، صدای همه نیروهای رزمنده برای آزادی ایران، وطنمون از یوغ این رژیم آخوندی. در گذشت دریغ‌انگیز سرهنگ مجاهد خلبان قهرمان بهزاد معزی رو تسلیت میگم به فرمانده کبیرمون برادر مسعود و خانم مریم رجبی و دوستداران ایشون و همکارانشون در شورای ملی مقاومت و همه یاران خوب و نازنینمون در اشرف سه.
و به تمام آزادی خواهان ایران در هر کجای جهان که قلبشون برای این مقاومت میتپه. و میدونم امروز روز غم‌انگیزی رو داشتن به خاطر این مصیبت وارده به ما. البته جای ایشون همیشه در تک تک قلب ملت ایران خواهد باقی خواهد موند و واژه مرگ و فنا رو ما نباید برای این انسان‌ها به کار ببریم، چون که اینها همیشه بودن و با عملشون ثابت کردن که در تاریخ ایران موندنی هستن. من میخوام اینجا کمک به همیاری تعدادی از دوستانمون در ملبورن استرالیا رو اعلام کنم که اسامی این دوستان رو میخونم: نبی، کیوان، ارجمند، بهمن، سهیل، اهورا، امیر و چند نفر از دوستان غیر ایرانی که همکارهای خود من بودن که جمعاً مبلغ $10,000 رو خدمت سیمای آزادی هدیه میدیم. موردی بود که دوست و حامی مقاومت آقای یوسف مهدوی که یکی از بازیکنان سابق تیم هما بودن، ایشون اومدن و یکی از مدال‌های طلای خودشون رو که این مدال طلا رو در سال 1354 در مسابقه که اون مسابقه تیم هما نائب قهرمان جام تخت جمشید بوده و اونها برنده شدن، این مدال طلاش رو که گفته بود من هرچی طلا مدال و اینها داشتم در طول سابقه بازیگریم و ورزشیم اینها رو همه از دست دادم، ولی این یکی فقط برام مونده، این رو میخوام تقدیم همیاری بکنم. اون رو ما توی این آکشن گذاشتیم و خب اصلا دوستان همه اومدن گفتن اصلا ما نمیتونیم قیمت بدیم، قیمت نباید بدیم روی این مسئله، چون این مسئله یک چیز خیلی معنوی و با ارزشی برای صاحبش. به هر حال وقت شما رو نگیرم، آقای دکتر دشتی این مدار رو خریداری کردن ولی باز ایشون گفتن که من این مدار رو میخرم، پولش رو به سازمان میدیم، به همیاری میدیم، منتها این مدال باید به صاحب اصلیش که آقای یوسف مهدوی هست برگرده. و طی تماس هایی که ما با این دو نفر داشتیم بالاخره آقای یوسف مهدوی گفتن که این جمله رو گفتن: حتما اگه وقت کردی رفتی روی خط این رو عنوان کن و بگو که همه ما به هر حال مرگ داریم، میرا داریم و فانی هستیم، تنها یک چیز میمونه و اون هم مقاومت ماست که در تاریخ ابدی و ماندگار شده و این مدال فقط بایستی بره توی موزه سازمان مجاهدین و در موزه اشرف اونجا جای بگیره. ایشون این مدال رو به هر حال در نهایت تقدیم کردن به موزه اشرف که اینجا خواستیم عنوان کنیم این مسئله. صدای دلنشین اشرف نشونا و کانونهای شورشی برای پشتیبانی مقاومت و جنگ راسخ علیه آخوندهای دجال قوت قلب همه ماست. وقتی صدای فرهاد از کرج با تنگی نفس و مرتضی از زنجان را شنیدم، علی رغم بیماریشون در بستر بیماری قلب همه ما رو به درد آورد، ولی در این حال ما رو به وجد میاره برای عشق بی نهایت اونها در راه آزادی. و در انتها درگذشت سرهنگ برادر بهزاد معزی، عقاب تیز پرواز را تسلیت میگم که تا ابد جاودان است. باشد که سلاح او برداشته شود و علیه رژیم منفور آخوندها. من از طرف خودم $3,000 کانادا، از کانادا زنگ میزنم، $3,000 و این افتخار رو داشتم که از طرف دو دوست گرامی خانم اعظم و آقا رضا $15,000. اجازه بدید من قبل از اینکه پاسخ فنی به این سوال شما بدم، جان کلام رو با ذکر یک جمله از رهبر مقاومت، از برادر مسعود بگم که مثل همیشه اصل و جان کلام رو به خوبی بیان میکنن. گفتن خون مجاهدین که آرمان و سازمان و هویت غیر قابل کتمان دارند و 90% شهیدان قتل عام رو تشکیل میدهند، از گلوی کسی پایین نمی رود. این جان کلام صالح عزیز، چون که اون چی که ما شاهدش هستیم، یعنی همین گزارش
یا این نامه این هفت گزارشگر این بیانیه و شاهدی بر اینه که خون مجاهدین از گلوی این رژیم خونخوار هرگز پایین نرفت. و فراموش نکنیم که این رژیم بقا و دوام خودشو با این قتل عام میخواست رقم بزنه و بعد با پنهان کردن این جنایت. و حالا اگر بعد از 32 سال ما شاهد هستیم که در این نامه مهمترین عناصری که در تمام این سالها در تمام این سه دهه خواسته های اصلی این مقاومت بوده، از اولین تلگرامی که رهبر مقاومت به دبیرکل ملل متحد فرستاد تا آخرین تلاش هایی که در شورای حقوق بشر ملل متحد و در جای جای کشورهای مختلف همین اشرف نشان ها در تظاهرات، در نمایشگاه ها، در صحنه‌های مختلف پیش بردن، این خواسته امروز در نامه این هفت گزارشگر منعکس میشه. ما یک اصطلاحی در مجاهدین داریم که بهش میگیم 1,000,000 واحد کار. حتما در این همیاری هم شما خیلی با این آشنا هستید، میگیم که باید 1,000,000 واحد کار انجام بشه تا یک پروژه‌ای به گل بشینه، به ثمر بشینه، به یک مرحله کیفی برسه. و خب این نامه این هفت گزارشگر ثمره این در واقع 1,000,000 واحد کاریه که توسط این مقاومت، خانواده بزرگ این مقاومت انجام شده، به خصوص در مراحل سرفصلی از زمانی که خواهر مریم رئیس جمهور برگزیده مقاومت در سال 95 پیامی دادند، خانواده ها بسیج شدند و بعد از اون ما شاهد افشای نوار آقای منتظری بودیم و بعد از اون در ریل جدیدی این تلاش ها و کوشش ها پیگیری شد، یعنی چیزی که رژیم به مدت 3 دهه میخواست بپوشونه و حتی یاد و خاطرش رو به فراموشی بسپره، به گزارشات سازمان ملل راه پیدا کرد. یعنی برای اولین بار در تابستان 2017 گزارشگر ویژه ایران خانم عاصم جهانگیر در گزارش خودش موضوع این قتل عام رو ذکر کرد و اون یک سرفصلی شد برای اینکه بعد از اون ما در واقع مراحلی رو که باید طی می‌شد تا به این نامه برسه شاهد باشیم. یعنی اون خواستار این شده بود که تحقیقاتی صورت بگیره مقدمتا از خود اون جایی که این جنایت رخ داده، میخوان این تحقیقات رو انجام بده که واضح بود هرگز رژیم جنایتکار به همچین خواسته ای پاسخ نخواهد داد. و این هفت گزارشگر در امتداد مجموع تلاش هایی که در سازمان ملل و مجموع کارهایی که از خود صحنه های قتل عام شروع میشد و تا صحنه های سازمان های بین المللی ختم میشد صورت دادن، به اونجا رسید که اینها در این نامه اخیر خواهان اولا بگن که این موضوع یک جنایت علیه بشریت بوده. تا به حال مثلا عفو بین الملل و سازمان های غیر دولتی اینو میگفتن ولی رسما سازمان ملل به این عنصر اشاره نمیکرد، به این توصیف اشاره نمیکرد. و به خصوص این که خواهان یک تحقیقات مستقل بین المللی بشن و قرار گرفتن آمران و عاملان در مقابل عدالت. اینها خواسته هایی بود که از سالها پیش مقاومت ایران به صورت سوالات مشخص، حتی وقتی که گزارشگر ایران به تهران رفت، در مقابلش قرار داده بود. سوالاتی مثل تعداد شهدا، تعداد کسانی که قتل عام شدند، محل گورها، چرا به خانواده ها اطلاع ندادید و چرا آثار این جنایت رو دارید میپوشونید. و این سوالات امروز سوالاتیه که از زبان و بیان این هفت گزارشگر امروز خطاب به این رژیم جنایتکار و به صورت علنی فرستاده میشه، چون 60 روز به این رژیم فرصت داده بودن تا گزارش بده، تا پاسخ بده و وقتی پاسخ نده اینها طبق مکانیزم های سازمان ملل علنی میشه، چنان که شد. و البته راهی و مسیر جدیدی برای این دادخواهی بعد از 32 سال گشوده شد
که البته این مقاومت همونطور که تا کنون این مسیر رو پیش برده، حتما تا در برابر عدالت قرار گرفتن جانیان، و فراموش نکنیم سران اصلی این رژیم از خود خامنه‌ای، از روحانی و به خصوص سردشخیم رئیس قوه قضاییه رئیسی، اینها همه اعتبار رو در واقع گذشته خودشون و سابقه حرفه جنایتکاری خودشون از این قتل عام میگیرن و الان روز مکافات اونها فرا رسید. این مقاومت چون به حقه، چون راهش درسته، چون رهبریش درسته، چون آرمانش درسته، به مانند یک رود خروشانی میمونه که راه خودش رو در طول تاریخ باز میکنه و به جلو میره. و به خاطر همینه که مردم از کوچیک و بزرگ، زن و مرد رو به خودش جذب میکنه. الان گستردگی این جنبش رو در این همیاری با این تعداد زیاد تماس‌ها که از ایران گرفته، که از ایران وصل میشد، میتونستیم ببینیم. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و از همینجا درود میفرستم به کانون‌های شورشی که از جذب کردند تا این آخوندهای قرون وسطایی رو از کشور عزیزمون ایران بیرون کنند، و میرم سر اعلام کمک‌هایی که دوستان به سیمای آزادی کردند. بله بفرمایید. آرمین 11,200 دلار، ابازر 5,500 دلار، برادری که به یاد سهراب سربدار از قهرمانان 67 کمک میکنه 1,600 دلار، هستی 1,200 دلار، شکوفه 5,000 دلار، مادر 50 دلار، یک خانم هموطن 2,000 دلار، یک آقای هموطن 500 دلار، از طرف خودم هم 10,000 دلار، که جمع این قسمت میشه 37,050. دو سه تا از کمک‌های دیگه هم هست که دوستانی که خودشون نتونستن رو خط بیان از من خواستن که اعلام بکنم. حسن 1,100 دلار، عباس 1,000 دلار، مجید 550 دلار، که جمع این قسمت هم میشه 2,650، در مجموع 39,700 خدمت سیمای آزادی تقدیم میکنیم. با تشکر از وقتی که به من دادین، متشکرم. اول از همه پرواز سرهنگ معیزی و حمیده اسدیان که از این دوتا من خاطره های خیلی خوبی دارم و مرگشون خیلی منو اذیت کرد، واقعا خیلی من ناراحت شدم، ولی اونا نمردن، اونا با ما هستن. آدم های خوب هیچ وقت نمیمیرن، همیشه اینجا میمونن، مثل شوهرم آندو. دوستان عزیز، من میخوام تسلیت خودم رو به برادر عزیزم و خواهر مهربانم تسلیت بگم و از هموطنانم عزیزم خواهش میکنم که همیشه به یاد همه اینا باشن، چون هر کس از این جهان رفته، هنرمندای خوب ما، اما جون، منوچهر سخایی، مرجان، همه هنرمندای ماه ما که از مرزیه از پیش ما رفتن، همشون هستن و هیچ وقت نموندن. و من اینجا یک صحبتی دارم با کانون شورشی که واقعا اینا خیلی خوب بود برنامه هاش، یعنی واقعا من اصلا متعجب موندم چقدر ما کانون شورشی داریم، چقدر آدم ها با ما هستن. خدا حفظتون کنه بچه ها. شماها همونایی هستید که وقتی آندو جون زنده بود تلفن میکردید و میگفتید خداییش استاد، فقط مجاهدین میتونن ما رو نجات بدن. و الان این شورش، بچه های شورشی ما به هزار و هزار هزارا رسیدن، تمام دنیا پر از اینا هستن. من یک آرزوی دارم و آرزوی من اینه که اگر شده یک بار بمانم تا برادر رو ببینم و براش بخونم چی میشد منم بتونم پاره تن تو باشم. چی میشه منم بتونم پاره تن تو باشم، رنج یک هزار بر دوش، هر نفس به درد این خاک
عاشقان مبتلا شم. مسعود جان، مریم جان، شما بهترین کسایی بودید که تونستید در این همه سال این همه بار سنگین و شما همینچه این میمیره اون میمیره ما ناراحت میشیم، ولی برای شما خیلی خیلی ناراحت کننده است. خدا به شما صبر و حوصله بده و از خدای خودم میخوام که هرچی مجاهده و هر کس به مجاهدین من کمک میکنه خدا پشت و پناهش باشه. من از طرف دو انسان بسیار والا که همیشه در تمام همیاری ها با ما بودن و همیشه کمککار ما بودن، فائز زیر و رضا، 1500 دلار، و منم یه قسمتی خیلی کوچیک 300 دلار کمککار این سیمای آزادی، این تلویزیون خوب خوب من باشه.